من بعید میدونم دولت مردانی با غیرت تر از این دولت مردان در هیچ کجای جهان بشه پیدا کرد. حالا غیرتمند بودن رو که شک دارم، ولی در بحث دنده پهن بودن منم بعید میدونم هیچ کجای دنیا دولت مردایی به این بیاری و پررویی بشه پیدا کرد که برن یه جا اینجوری قهوه‌ایشون کنن و اینا ککشون هم نگزه. قاتل یا قاطر؟ البته خیلی فرقی نمی‌کنه، جفتش یه جورایی درسته. هر کی قاتله واقعا من از قاتلا میترسم. واقعا تو از قاتلا میترسی؟ پس چجوری جرأت میکنی صبح به صبح بری سر کار پیش رئیست؟ اینه اون حاکمیت یک دستی که میگفتن؟ سخنگوی دولت ابی قصاب که نباید اینقدر روحیاتش لطیف و حساس باشه بابا؟ ما هم عرض کردیم که شعارمون همینه، زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. دوستش هم داریم، میخواییم هم بهش برسیم. البته اون زن، زندگی، آزادی که شما میخواید بهش برسید احتمالاً زنش یکی مثل الهام چرخنده است، زندگیش برگرفته از زندگی انسان‌های اولیه است، آزادیش هم عین آزادی کره شمالیه. یکی از ویژگی‌های دیکتاتور که هممون دوستش نداریم اینه که اجازه شنیده شدن صدایی متفاوت از صدای خودش رو نده. چی میگه این؟ به معترضین پیوسته؟ یعنی میخوای بگی کسی که اینترنت رو میبنده، سایت ها رو فیلتر میکنه، روزنامه ها رو توقیف میکنه، روزنامه نگارا رو دستگیر میکنه و دانشجوها رو کتک میزنه، اسمش دیکتاتوره؟ من فکر میکردم بهش میگن معمار برج بلند دموکراسی.